تصاویری از راننده عامر به معروف و مسافر شرکت اینترنتی اسنپ منتشر شده که نشان میدهد او از افراد نزدیک به قاسم سلیمانی و غلام حسین قیب پرور بوده و خانم مسافر هم خبرنگار عکاس روزنامه کلید سیاست است افشای هویت این دو تن اجرای یک سناریوی از قبل طراحی شده و دستوری را تقویت کرده است ماجرای جنجال برانگیز امر به معروف سعید عابد راننده اسنپ به مسافرش دختر جوانی که بدون روسری سوار اتومبیل شده بود با کنشا و انتقادهای گسترده ای در فضای مجازی به دنبال داشته است کاربران در حالی که از زاویه حمایت از مسافر برآمدند و به برخورد آتش به اختیاری راننده و دخالت غیرقانونیش در زندگی شخصی مسافر انتقاد داشتند که انتشار تصاویری از هر دوی آنها نشان میدهد که ماجرا میتواند یک سناریوی از پیش تعیین شده باشد اگرچه توییت عذرخواهی و همچنین ملاقات خانم مسافر با راننده اسنپ جهت عذرخواهی از, از سوی کاربران فضای مجازی به احضار مسافر به دادگاه و همچنین فشار و ارعاب احتمالی تعبیر شد ولی اینکه در این ماجرا ممکن است هیچ کدام از آنها افراد عادی جامعه نباشند سوالات بسیاری را در پی داشت اخیرا اما تصویر تازه از سعید آبد راننده اسنپ ماجرا را دنبال دار کرده است در این تصویر عابد در ردیف دوم نماز عید فطر امسال و دو سال پیش پشت سر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه و غلام حسین قید پرور فرمانده سازمان بسیج مستضعفین و مقامات نظامی کشور نشسته است مکانی که تحت نظارت شدید امنیتی است و از قرار معلوم بجز افراد رد بالای سپاه پاسداران و نظام فرد دیگری در این ردیف جایی ندارد این عکس فرضیه ای را مطرح کرد که سعید عابد صرفا یک راننده فرد عادی نیست و رده ای بالاتر از رانندگی اسنپ دارد چرا که تصاویرش با لباس شپ نظامی از جنو در مناطق سیل بیانگر وضعیت دیگری است حالا تصاویری هم از پویه نوریان مسافر جنجالی اسنپ منتشر شده گفته شده که نوریان نه یک مسافر معمولی که خبرنگار روزنامه کلید سیاست با مشک اعتدالی و عکاس اختصاصی مهناز افشار بازیگر سینماست نکته جالب تر این که گویا پویه نوریان همان دختری است که تصاویرش در ورزشگاه آل و شادی راهیابی تیم ملی فوتبال به جام جهانی در سال 2014 در رسانه های بین منتشر شده است. حتی برخی ادعاهای مطرح شده پویه نوریان را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ربط میدهند و اینکه وی در تجمعات در پوشش عکاس تصاویر شرکت کنندگان را در اختیار این وزارتخانه قرار میداده است انتشار تصاویر غیرمنتظره ای از راننده و مسافر اسنپ احتمال اجرای یک سناریوی از پیش طراحی شده را تقویت کرده است کاربران فضای مجازی میگویند یک سپاهی و یک عکاس خبرنگار وابسته بازی سیاسی راه انداختهاند که به دستور نهادهای خاص بوده است پویه نوریان مسافر اسنپ حتی به خبرگزاری فارس درباره دیدار دوباره با راننده اسنپ گفته بود انتهای جلسه هم با میل خودمان یک عکس گرفتیم برای عکس گرفتن هم واقعا اجبار یا عدم تمایلی وجود نداشت بعضی ها میگویند من یا مادرم در عکس ناراحت به نظر میرسیم در حالی که اصلا اینگونه نبود و نه تنها ما ناراحت نبودیم بلکه کاملا هم فضای جلسه مثبت خوب بود به نظر میرسد حکومت با طراحی چنین سناریوهایی در پی از بین بردن همدلی و اعتماد اجتماعی است تا با ایجاد شک و تردید در واقعیت هر اتفاق و رویدادی از طبعات تاثیر افکار عمومی بر آن بکاهد